بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت همه حضار محترم مسئولین و رسانه های بسیار عزیز با توجه به باورمندی که خانواده بزرگ معارف به پاسخدهی به تک تک خانواده ها و مردم افغانستان داره امروز بر اساس نوبت تمام نهادهای حکومت افغانستان نوبت وزارت معارف است که خدمت شما دستاوردهای 1398 خورشیدی را ارائه بکنه و آرزومند استم که بتانیم تمام جزئیات یک نهاد بسیار بزرگ را با تفصیلات لازم خدمت شما ارائه بکنیم منتها به خاطر از که اگر کدام جزئیات در جریان گزارشدهی از پیش ما میمانه یک متن مفصل از تمام دستاوردها و حوزه های مختلف هم به زبان فارسی و هم به زبان پشتو خدمت شما آماده کردیم که پیش دوستا هست و شما میتونین که از این سند هم استفاده بکنین گزارش ما در چند حوزه خاص خدمت شما ارائه خواد شد بخش اول یک کلیات از وزارت معارف هست ای که حد اقل به خاطر که بتانیم حوزه و گستره ای گزارش دهی ما تشخیص و تثبیت شود خدمت شما کوتاه اشاره می بعد از او صحبتی از دستاوردها بر اساس عناصر تعلیم و تربیت خدمت شما ارائه میشه بعد میایم حوزه اصلاحات وزارت معارف که در سال جاری روی از او کار شده و حوزه متفرقه که بعضی مسائل انشاءالله که به صورت عنوانوار خدمت شما صحبت میکنیم وزارت معارف افغانستان با حضور 237 هزار کارمند در واقع بزرگترین و کلانترین وزارتخانه خدمات ملکی افغانستان است که بر اساس کل معاسبه کارمندان ملکی 68 درصد همه کارمندان خدمات ملکی در وزارت معارف حضور دارند که از این جمع 83 درصد کارمندان را معلمین ما در سراسر افغانستان تشکیل میده متباقی از این معمورین و کارمندان خدماتی هست که به عنوان حامیان برنامه های آموزشی اینا فعالیت می کنند. در کنار 68 درصد خدمات ملکی ما 1300 کارمند بلمقته هم داریم که در حوزه های تخصصی و بخشایی که در بست های رسمی ما او مسلک را نداشتیم از این کارمندا در طول هر سال استفاده می کنیم. پنج موینیت داریم در ساختار وزارت معارف که سه موینیت وظیفه ارائه خدمات آموزشی در حوزه تعلیمات عمومی، تعلیمات اسلامی و سواد آموزی و تعلیمات بزرگ سالان مصروف است. یک موینیت ما تخصصی در حوزه انکشاف نصاب تعلیمی و تربیت معلم حضور دارد. و موینیت پنجمی ما معینیت اداری و مالی هست که کمک میکنه و برنامه های حمایتی را مسئولیتش به عهده داره وزارت معارف افغانستان در سال جاری سی و هفت در حدود سی و میلیون میلیارد افغانی تمام بودیجش بود که از این بودجه حساب شده ما در دو بخش بودیجی عادی و بودیجی انکشافی تقسیم می شد عادی ما 35.5 میلیارد افغانی هست که تانستیم 99 درصد به مصرف برسانیم و بودیجی انکشافی 2.5 میلیارد افغانی بود که ما 93.4 درصد از ایره تانستیم مصرف بکنیم باقی شش اشاریه شش درصد از به دلیل وضعیت ناامنی به دلیل فضای جوی و مشکلات دیگه که بود انشاءالله اگر سوالی بود باز پاسخ خواد دادیم ما نتانستیم در این قسمت مصرف بکنیم در کنار بودیجی وزارت معارف ما در سال جاری در قسمت سرفجویی هم یک مقدار تلاش کردیم که حداقل بتانیم با تنظیم مجدد تمام ریاستها و ادارات وزارت معارف از بار کرایگیری تعمیرات کرایی حداقل رهایی پیدا بکنیم به امو دلیل در سال جاری ما تانستیم که یک معینیت و چهار ریاست عمومی ما از تعمیرهای کرایی انتقال بتیم به تعمیر هایی که در حوزه خود وزارت معارف و در ملکیت وزارت معارف بود که مبلغ 12 میلیون و و بن افغانی تانستیم ما جویی بکنیم که البته ای برنامه جریان داره و در سال 1399 خورشیدی هم ما ای روند را ادامه میتیم تا آهسته آهسته کلا از تعمیرهای کرایی هم ادارات معارف را و هم تعمیر مکاتب را بیرون بسازیم و به ملکیتهای های معارف انتقال بتیم در عین زمان معارف در سال جاری مبلغ 42 میلیون افغانی درآمد داشت از بخش ترانسپورت و مجوزات و حق اشتراک برنامه های مختلفی که ما در حوزه معارف داریم پروژه های انکشافی ما علا رقم از ای که وزارت معارف کار ساخت و ساز را به صورت عموم دیگه انجام نمیته و ساخت و ساز انتقال پیدا کرده در وزارت خانه های مربوطیش که وزارت محترم انکشاف دهات وزارت محترم شهرسازی اینا این مسئولیت را داره ولی باز هم بر اساس حکم استثنایی مقام عالی ریاست جمهوری پروژه های دولت هندوستان که در قسمت ساخت و ساز مکاتب مراکز تربیه معلم و اینا مصرف میشه ما در سال جاری هزار و و پروژه ساختمانی داشتیم که 184 بابی از این مکتب بود دوازده باب مرکز تعلیمات اسلامی، سه باب مرکز تربیه معلم و سه باب مکتبی که از برنامه های سابق در ولایت دایکوندی باقی مانده بود. اینا پروژه های کلان وزارت معارف در سال جاری بود که ما مصروفش بودیم. ولی طبیعتا چون تمام ساختمان هایی که ما در حوزه معارف داریم نیاز به ترمیمات مستمر هست و دوامدار هست به امو دلیل سال جاری ما بیشتر متمرکز بودیم به ترمیم های مکاتب که از جمله 728 پروژه ترمیماتی در کل افغانستان داشتیم که 672 پروژه ترمیماتی ما تکمیل شد نو پروژه در حال حاضر هم ما زیر کار داریم 47 پروژه باز به دلایل ناامنی اقلیم و کمبودی بودجه متاسفانه متوقف مانده و ممکن که در سال جاری ما بتانیم در سال 1399 اینا را تکمیل بکنیم اینا برنامه های در سطح پروژه هایی بود که ما در وزارت معارف داریم اما چون بیشترین وظیفه ما یا اساسی ترین وظیفی ما در وزارت معارف ارائه خدمات تعلیم و تربیت با کیفیت و متوازن برای اطفال افغانستان هست ما بیشتر در سال جاری وظایف ما را متمرکز کردیم به خدمات تعلیمی و عناصر معارف را بیشتر مورد توجه قرار دادیم که ما به صورت فشرده به مباحث کلان از خدمت شما اشاره می کنم اولین عنصری که برای وزارت معارف بسیار مهم هست شاگرد هست و در سال جاری ما با شعار همه چیز برای شاگرد در برنامه ما اعلان کردیم که ما یک میلیون یعنی وزارت معارف آماده پذیریش یک میلیون جدید شمول در حوزه تعلیم و تربیت است که خوشبختانه یک میلیون و یکصد و سی هزار شاگرد ما تانستیم جذب بکنیم در سراسر افغانستان که چهل درصد از خوشبختانه دختران تشکیل میته و 20 درصد ما شمولیت دختران شاهد افزایشش بودیم در سال جاری در نهادهای خصوصی هم 53677 شاگرد جدید شمول ثبت شد که از این تعداد با 35 درصد ازیره دختران تشکیل میداد که با این آمار تعداد مجموع شاگردانی که ما در حوزه معارف ثبت داریم 10 میلیون و 130 هزار شاگرد میشه که 38 درصد مجموع ازیره دختران تشکیل میته و اینا در تعلیمات عمومی تعلیمات اسلامی سوادآموزی و تعلیمات بزرگسالان مشغول فراگیری تعلیم هستند البته بحث کلانه که ما در آغاز سال متمرکز بودیم در قسمت شاگردان جدید و شمول او ای بود که تلاش بکنیم محیط تعلیمی را برای تمام شاگردان که تازه وارد هستند بهتر و خوبتر بسازیم چون برداشت ما در وزارت معارف و مطالعه که انجام دادیم ای بود که تا فضای تعلیمی به صورت مناسب فراهم نشود امکان از ای که باز اما تداوم وضعیت موجود که وضعیت نامطلوب در وزارت معارف ما او را اعلان کردیم او ادامه پیدا بکنه به امو دلیل تلاش شد که بهترین صنف ها و بهترین معلمین در واقع معلمین مسلکی و با حوصله را معذف کردیم برای تمام تازه واردین و ما در این زمان گفتیم که تمام یک میلیون شاگردان تازه وارد برای یک سال مهمان وزارت معارف است که اینا بتانند در یک محیط دوستانه آشنا شوند با محیط مکتب تا دوره انتقال از خانه به مکتب به صورت درست و مؤثر انجام شود. ما امسال تانستیم 340 طفل که دارای نیازمندی های خاص هستند را همچنان شامل مکتب بسازیم که مجموعا تعداد اطفال نیازمندی های خاص به 4754 تن در همه افغانستان در سراسر سر افغانستان میرسه که 1717 تن ازی باز طبقه دختران را تشکیل میده در این زمان 250,557 شاگرد را ما از دوره لیسه امسال فارغ دادیم که 36 درصد از دختران تشکیل میده 256,131 شاگرد ما در عوضه سوادآموزی جذب داشتیم که 53 درصد از ایره خانم تشکیل میده و ده هزار و ببخشین یکصد هشت هزار و و نوود و سی تن فارغ داشتیم از حوزه سواد آموزی که چلودو درصد از دختران و خانم ها تشکیل میتن یک موزل بسیار کلان ما که در سال در آغاز سال برنامه ریزی کردیم اطفال بیجا شده و عودت کننده بود که آماری از این امسال افزایش پیدا کرد به دلیل بازگشتشان از کشورهای مختلف به خصوص کشور ایران و در عین زمان در آغاز سال ما و شما شاهد سیلاب ها و بارندگی های بسیار شدید در جنوب غربی افغانستان و در شمال غربی افغانستان بودیم که باید به با اسرع وقت به ای اطفال هم رسیدگی صورت می خوشبختانه به همکاری مالی مؤسسات داخلی و بین المللی ما تانستیم 184749 طفل بیجا شده و عودت کننده را که از جمله 105991 تنی از باز دختران بودن را تحت پوشش خدمات تعلیم و تربیت قرار بدیم سنوف محلی همچنان برای تمام اطفال و محلات که به لحاظ فرهنگی اقتضای ازیره میکرد تا معلمین زن استخدام شود و یا مکتب از محلی یا از قریه دور بود باز یکی از برنامه های کلانی ما بود که ما تانستیم پنج هزار و صنف سنف تعلیمات عمومی به صورت موقت یا بیست بیس ادوکیشن ایجاد بکنیم که 55849 تن از شهروندان ما به عنوان معلم در این صنوف محلی مصروف تدریس شدند 3,958 طفل کوچی که 1939 تن از دختران تشکیل میدادند در ولایات مثل کندز و غزنی و پکتیا و پکتیکا و میدان وردک و ننگرهار از طریق ایجاد صنوف محلی مصروف تعلیم و تربیت شدند یکی از ابزارهای دیگی که مورد توجه ما بود رسیدگی به اطفال جوگی در سراسر افغانستان بود که ما در سال جاری تانستیم یک برنامه کلان سروی را آغاز بکنیم و تشخیص بکنیم که جوگیانی که به صورت فصلی در رفت و آمد هست بین ولایات مختلف و جوگیانی که ساکن شدن در کجاهای افغانستان است و چطور میتونیم با کدام مدل برشان خدمات تعلیمی ارائه بکنیم که خوشبختانه در کابل در نواحی مختلف به خصوص ناحیه اشتم تشخیص شد اما در ولایات کندوز و سایر ولایات برنامه سروی در حال نهایی شدن است که ما در حال حاضر فقط تانستم 98 طفل واجد شرایط را به کودکستان ها و مکاتب ثبت نامشان بکنیم بهبودی وضعیت تعلیمی شاگردان همچنان جزو برنامه های کلان وزارت معارف در سال جاری بود که چیزی که پیشتر هم اشاره کردم برداشت و نرم های بین المللی نشان میده تا مادامی که شرایط تعلیمی درستر فراهم نشوه کیفیت تعلیمی متاسفانه همیشه پایان خواد بود به امو دلیل ما برنامه چک صحی تمام شاگردان تازه وارد در معارف را در سال جاری به همکاری وزارت محترم صحت شروع کردیم که به صورت آزمایشی 9000 شاگرد را در چهل مکتب در شهر کابل آزمایش سیهی کردیم که بیشتر در حرسه شنوایی، بینایی و آزمایشات جوف دهن بود. همچنان 71 میلیون و 400 هزار تابلیت آهن فولگسید برای شاگردان دختر در مکاتب مختلف در سراسر افغانستان توضیح شد 9 میلیون تابلیت ضد کرم امعا که برای شاگردان دختر از صنف اول تا صنف دوازده توضیح شد صد و ده هزار جلد رهنمود قایدگی زنان یا امچم MHM که از جمله ده هزاری از کتاب رهنمای معلم بود و ما تحت عنوان های بسیار ساده که به صورت مصور برای همه دختران دوری لیسه و خانم هایی که بیرون از مکتب زندگی می کنند زیر عنوان قصه های ناگفته صدف و اینا توضیح کردیم تا معضلات غیرازیری که از آدرس قایدگی دختران ما داشتیم در معارف بر اینا توضیح شد تا این مشکلم حل شود یک قسمت برنامه های تشویقی برای حمایت از خلاقیت و ابتکارات شاگردان و ای که بلحاظ تربیتی و روانشناختی اعتماد به نفس بیشتر داشته باشند در اوزه مکتب همچنان جزء برنامه های سال جاری ما بود از جمله ای که دیگه لازم ندانستیم که معلمان موی شاگردان را در مکاتب بتراشند بلکه با همکاری والدین اینا بتانند که حداقل یک میکانیزم خوبتری را تنظیم بکنند تا ای تبدیل به یک فرهنگ عادی در عرصه تعلیم و تربیت تبدیل شود یا لاحیه تشویق شاگردان خلاق همچنان نهایی کردیم که هر شاگرد خلاق را از طریق وزارت معارف تقدیر بکنیم و اینا تشویق بیشتر شود ممنوعیت استفاده از شاگردان برای محافل پذیرایی و تشریفات جزء برنامه های ما بود که ما ممنوع اعلان کردیم تا هیچ کسی در برنامه های مختلف به هر دلیلی از شاگردان به عنوان تشریفات و پروتکل استفاده نکنند. اینا مسائل بود که ما در عرصه شاگردان در سال جاری انجام دادیم. عنصر دوم ما معلم هست که باز بدون شک از مهمترین عناصر تعلیم و تربیت محسوب میشه در سال جاری ما 7526 تن معلمان جدید را استخدام کردیم از طریق امتحان رقابتی کنکور و همکاری کمیسیون اصلاحات اداری و اداری ملی امتحانات که 2077 تن از معلمان زن هست در بست های پنج و شش عملا استخدام شدند. در این زمان سی و, شش هزار و, هشتاد و پنج معلم حق و زمه به خاطر کمبود معلمی که ما در مکاتب و در ولایات مختلف داشتیم در سی و چار ولایت افغانستان به شمول شهر کابل که ما سی و پنج حوزه تعلیمی داریم استخدام شدند که اینا هم در صنوف مصروف تدریس بودند. ارتقای ظرفیت معلمین یکی از برنامه های بسیار اساسی و کلیدی معارف در سال جاری بود که ما تانستیم 11556 معلم از جمله 8014 تن زنان را ارتقای ظرفیت بتیم از طریق تربیت های معلم 36007 معلم از جمله 1372 معلم زن در برنامه های داخل خدمت تانستن سند فراغتشان را دریافت بکنند. در این زمان 1550 تن از معلمان تعلیمات اسلامی ما اسناد تحصیلیشان تثبیت و مورد ارزیابی قرار گرفتند که در مدارس مختلف مصروف تدریس هستند. بحث ترفیع معلمان هم از برنامه های کلان وزارت معارف بود که متاسفانه به دلیل نبود بودیجه در سالهای گذشته متوقف بود ولی امسال ما تانستیم ابقای بست و قدم معلمان را آغاز بکنیم دوباره که به تعداد 125 هزار معلم ارتقای بست شدند 30 هزار معلم ارتقای قدم کردند و یک اشاره چهار میلیارد افغانی امتیاز بست و قدمشان شد که ما پرداختیم در این زمان طرح مسکن قابل استطاعت که یکی از برنامه های اساسی ما و همکاری وزارت محترم شهرسازی بود تا نمرات رهایشی زمین برای معلمان ما توضیح بکنیم در سراسر افغانستان که چون خود نفس برنامه یک برنامه بسیار زیربنایی بود و ما تصمیم مایی بود که به جای نمرات سفید کلید اپارتمان برای معلم بتیم متاسفانه به دلیل کمبود بودجه ما در سال جاری برنامه را نتونستیم آغاز بکنیم ولی 808 جریب زمین را در ولایات مختلف ما تثبیت کردیم مکانش را و پیشنهاد کردیم به مقام عالی ریاست جمهوری تا تایید شود و برنامه های توضیح شرکای معلمین در سال 1399 عملا شروع شود. قرضه معلم هم یکی از برنامه های کلان ما بود که ما تانستیم به 26 و ببخشیم به معلم که از جمله 1524 معلم زن در شهر کابل قرضه عملا پرداخت بکنیم که 74 میلیون و 602 هزار افغانی پرداخت قرضی ما بود در سال جاری و ما تانستیم در ولایت هرات و ننگرهار می برنامه را در سال جاری افتتاح بکنیم که ولایات دیگه در سالهای بعد از جمله برنامه های ماست نصاب تعلیمی عنصر دیگی مهم در وزارت معارف است که عملا ما در دو عرصه در سال جاری کار را شروع کردیم چون انکشاف نصاب تعلیمی جدید وقتگیر و زمانگیر بود و کمبود کتاب و نبود مواد در مکاتب از مشکلات جدی وزارت معارف به همه دلیل در عرصه اول تمام کارمندان ما در عرصه انکشاف نصاب تعلیمی مصروف اصلاحات املایی و انشایی در کتاب های موجود در تعلیم و تربیت شدند که تانستم حداقل تا حدودا سه ماه پیش فکر کنم تمامی کتاب ها از صنف اول تا صنف دوازده و شامل کتاب های رهنمای معلم را ما اصلاح بکنیم و بره زیر چاپ که منتظر چاپ کتب هستیم البته دوازده اشار دو میلیونی کتاب ها عملا چاپ شد و در سطح ولسوالی ها در سراسر افغانستان رسیده در عین زمان کتاب های جدید هم که یک برنامه بسیار کلیدی زیربنایی و کلان معارف بود چارچوب نصاب تعلیمی جدید انکشاف یافت و مفردات کتاب های جدید همچنان در حال نهایی شدن هست اما ما تا خوشبختانه تانستیم که دوره ابتدایی کتاب های خانش زبان فارسی و پشتو را تکمیل بکنیم از صنف اول تا صنف سوم که شامل هم کتاب درسی هست و هم رهنمای معلم که ما در چهار ولایت افغانستان تانستیم ایره به صورت آزمایشی موفقانه تطبیق بکنیم و امیدوار هستیم که در نیمه های سال تعلیمی سال 1399 ما ای کتاب های خانش را در ولایات مختلف باقی مانده افغانستان هم تطبیق بکنیم. در این زمان چون محتوای درسی بسیار خشک و یک مقدار شادابی و نشاد در او دیده نمی شد تصمیم بری شد که کتاب های درسی ما را در این زمان که تبدیل به درس های سوتی بکنیم و تصویری که او برنامه هم جز برنامه های ما هست و یک قسمت از کتاب های ساینسی ما ثبت شده عملا در مرکز ساینس ترانه هایی را ما در جشنواری ترانه های معارف ترتیب کردیم که تمام او اشعار و ترانه هایی که در متن کتاب ها آمده تبدیل شوند به سرودها و حداقل در محافل و مراسم مختلفی تعلیمی ما بتانیم از او استفاده بکنیم و در این زمان ویدیو کلیپ هایی که از طریق شبکه های اجتماعی یک قسمتش پخش شده و در حال پخش شدن است تا درس ها را و روند درس را آسان بسازه برای شاگردان ما در مکاتب تعمیر مکتب و ایجاد مکاتب هم از برنامه های اساسی وزارت معارف در سال جاری همچنان بوده به دلیل از که هر سال ما هم تعداد شاگردان ما زیاد میشه و هم دوره های تعلیمی ما افزایش پیدا میکنه و تعداد شاگردانی که به دوره های بالاتر ارتقا پیدا میکنه بنابراین جزء برنامه های اساسی ما بود که ما تانستیم 13,336 شاگرد را که 46 درصد شباز دختران تشکیل میده در برنامه های ارتقایی ما در مکاتب تحت پوشش قرار بتیم که از جمله 41 باب مکتب ابتدایی ما متوسطه شد امسال و, و پنج باب مکتب متوسطه ما بلیسه لیسه ارتقا پیدا کرد برنامه های آنلاین سازی پروسه اخذ جواز مراکز تعلیمی در وزارت معارف شروع شد چون در گذشته پروسه بیروکراتیکی بود به خصوص مکاتب خصوصی و نهادهای خصوصی که در بیرون از کابل اینا میخواستن جواز بگیرن با مشکلات مواجه بودن که خوشبختانه حال تانسته حداقل دقل از طریق پروسه آنلاین اینا به صورت ساده و راحت میتانند که جواز خودشان را دریافت بکنند. تجهیز مکاتب و مراکز تعلیمی هم جزو برنامه های ما بود که ما تانستیم 135 لابراتوار فیزیک، کیمیا و بیولوژی را به 11 ولایت توضیح بکنیم 4320 مدل بیولوژی را برای 349 مکتب همچنان توضیح کردیم 1340 کت ریاضی و در این زمان در ولایات مختلف کت های مختلف دیگی بیولوژیکی توضیح شده که در این زمان خود بحث کامپیوتر لب ها و تجهیز مکاتب به کامپیوتر از برنامه های اساسی ما بود که ما تانستیم 250 پای کامپیوتر را در لابراتوار های مختلف ولایات در مراکز ساینسشان از جمله هرات، کندهار، غزنی، فاریاب، ننگرهار، کنر، تخار، بلخ و بدخشان توضیح بکنیم البته این نکته قابل یاددهانی است که ما در سال 1399 قرار است که 7000 باب مکاتب ما را مجهز به کامپیوتر لب ها بسازیم که خوشبختانه پروسه در حال نهایی شدن هست و ما هفتاد هزار پای کامپیوتر را خریداری کرده به افغانستان وارد می سازیم منتها در زنگ مکتب انشالله شما شاهد یک خبر خوبی دیگه هم هستین که ما 700 باب مکتب ما را در مرحله نخست تکمیل می کنیم که هفت هزار پای کمپیوتر عملا در حال وارد شدن به افغانستان هست و در این زمان مسئله سولر، مسئله برق و کمپیوتر ها جز برنامه هایی بود که کار عملا سرش جریان داره کتاب های درسی که پیشتر هم خدمت شما اشاره کردم یکی از مشکلات بسیار جدی متاسفانه در سراسر افغانستان هست و ما با کمبود کتاب درسی مواجه هستیم اما یک قسمتی از یک درصدی از مشکلات در سال جاری ما تانستیم حل بکنیم ولی هنوز هم منتظر ازیستیم که اصل مجموعی کتاب هایی که قرار از 37 میلیون جلد از این چاپ شوه منتظر قراردادی ازی از طریق تدارکات ملی هستیم امیدوار هستیم که همکاران ما در اون جایی پروسه را تسریع ببخشه تا مشکل کمبود کتاب حل شود اما 12.2 میلیون جلد کتاب را ما تانستیم که چاپ بکنیم دوره ابتدایی را و قسمی که پیشتر هم اشاره کردم در ولایات مختلف افغانستان در 34 ولایت توزیع شده تا سطح ولسوالی و در ولایات محدود تا سطح مکتب هم رسیده در عین زمان دو اشاره یک میلیون جل کتاب برنامه تعلیمات اسلامی ما هم چاپ شد به قیمت 171 میلیون افغانی که ما ای شب و روز مصروف تدارکات ازی هستیم تا این کتاب ها هم به سراسر افغانستان به مدارس اسلامی ما توضیح شود البته در قسمت کتب تعلیمات اسلامی با توضیح دو اشاره یک میلیون جلد کتاب صد در صد مشکل کمبود کتاب مرفوع میشه ولی کتاب تعلیمات اسلامی ما متاسف تعلیمات عمومی ما هنوز هم با مشکلات مواجه استیم و با سی و هفت میلیون جلدی که چاپ میشه شست درصد از مشکلات کمبود کتاب در سراسر سر افغانستان را ما میتانیم حل بسازیم البته با راه اندازی کمپاین کتاب خانه به خانه به واسطه جامعه مدنی هم ما موفق شدیم که در سال جاری اضافه تر از یک میلیون جل کتاب را در ولایات مختلف از خانه های مردم جمع بکنیم که یک قسمتی از مشکل کتاب را تانستیم به این طریق هم حل بکنیم این کامپاین عملا جریان داره فعلا هم چون باوری ما است که قسمت زیادی از ها به هر دلیلی که بوده در خانه ها باقی مانده و در صورت که کتاب جمعآوری شود یک درصدی قابل توجهی از مشکل کمبود کتاب حل میشه ۵ و و چهار جل کتاب سوادآموزی همچنان در سال جاری از بودجه داخلی ما چاپ شد که در خدمت مراکز سوادآموزی قرار می میاری سازی برنامه ها و پروسه های کاری جزو برنامه های اساسی ما در سال جاری بود به دلیل از که یک قسمت مشکلات بیروکراتیک و یک قسمت هم نبود سیستم تعریف شده در سالهای گذشته بعضی از مشکلات را به کندی مواجه میساخت و در این زمان سوی تفاهمات و مشکلات جدی هم خلق کرده بود که ما این جزء برنامه های ما در سال جاری قرار دادیم از جمله ای که قراری شد تمامی کارمندان وزارت معارف در سال جاری بایومتریک شود که ما تانستیم 223,160 تن را که 84.5 درصد کل تشکیل وزارت معارف را احتوا می کنه ما بایومتریک کردیم و خوشبختانه پروسه باقی مانده از هم جریان داره در بعضی از مناطق افغانستان به دلایل مختلف ناامنی و یا مشکلات دیگه ما هنوز نتانستیم این پروسه را صد در صد تکمیل بکنیم ولی امیدوار هستیم که تا آخر بهار سال 1399 به تانیم این پروسه را تکمیل بکنیم ایجاد مراکز مرکز خدمات مراجعین یکی از بحثای کلان در منابع بشری ما بوده که مرکز ایجاد شده و خوشبختانه در شرایط فیلی ظرفیت پذیرش 400 نفر همزمان ما داریم در قسمت خدمات منابع بشری ارائه میشه الکترونیکی سازی دفاتر سوانی که یکی از مشکلات کلان در وزارت معارف بود و این پروسه آغاز شد در سال جاری که ما تانستیم 240 هزار تن از منصوبین وزارت معارف را سوانش الکترونیکی بکنیم و این برنامه از القیاس جریان داره و به زودی تکمیل میشه الکترونیکی سازی پرداخت معاشات هم از جمله برنامه های کلان بود که ما 74 درصد کارکنان ما را فعلا از طریق بانک و موبایل منی معاششان پرداخت میکنیم و این پروسه همچنان ادامه دارد تا این که صد در صد ماشات الکترونیکی شود در سراسر افغانستان الکترونیکی شدن شهادتنامه ها از برنامه های اساسی سال جاری بود که ما تانستیم 173,230 قطعه شهادتنامه ها را به صورت الکترونیکی صادر بکنیم که در واقع از سال 1397 خورشیدی به این طرف در دربر میگیره اما سالهای گذشته هم جزوی برنامه های ماست که کسانی که به صورت آجل شهادت نامیشان نیاز داره ما به صورت پروسه سنتی گذشته شهادت نامیشان شانه صادر میکنیم تا طور مثال از بورسیه تحصیلی باز نمانه ولی کسان یا شاگردان فارغین سالهای گذشته ما که آجل کار نداره اینا را در بسته های کلان جزی برنامه الکترونیک شدن اشادتنامه ها داریم که به صورت برقی اشادتنامه هایشان توضیح میشه این پروسه در کابل آغاز شده بود ولی در سال جاری خوشبختانه در بادغیس، در نورستان در نیمروز و ارزگان هم شروع شده و در سال 1399 در ولایات مختلف افغانستان همچنان شروع میشه منتها بعضی از ولایات ما هنوز برنامه ها جریان داره مثل بلخ و خوست و ننگرهار و لغمان و پنشیر و سمنگان ولایات مختلف دیگه از جمله مکاتب برون ما در پاکستان در تاجکستان و در ایران هم جزء پروسه الکترونیکی شدن شادتنامه ها شدن یک قسمت برنامه های تفتیشی هم ما خاطر میار سازی اجراعات ما در سال جاری جز برنامه های ما بوده که ما به جزئیات نمیرم ولی تانستیم که 191 ای که اینا ماهیت جرمی داشتن به خصوص 27 دوسیه از این به نهادهای عدلی و قضایی راجی شده و متباقی دوسیه ها که هدایتی بوده و ادایت های جدی همچنان جزو برنامه های تأمین شفافیت بوده تا کارها در درون نهاد وزارت معارف به صورت درست و خوب پیش بره. جلب حمایت های ملی و بین المللی از برنامه های اساسی ما بوده چون متاسفانه سقف بودیجی که برای وزارت معارف در نظر گرفته میشه تمامی ضروریات معارف را نمیتونه کفایت بکنه به امو دلیل ما بیشتر رفتیم به ظرفیت های مردمی و نهادهای های بین تا قسمتی از مشکلات ما را از این طریق حل بسازیم که خوشبختانه در سال جاری 771 میلیون و افغانی مردم به معارف کمک کردند که کمک های از اینا در بخش های مختلف از جمله اهدای زمین بوده و اعمار صنوف درسی بوده کتابخانه ها بوده ترمیم مکاتب کمک میز و چوکی و ای بوده که ما تانستیم مستفید شویم در قسمت برنامه های بین المللی هم ما خوشبختانه تانستیم که حمایت های بسیار خوبی را در قسمت شمولیت 150 هزار اطفال بیرون از مکتب از برنامه تعلیم منتظر نمی که مبلغ 20 میلیون دلار به ما کمک کرد و همچنان نهاد, حمایت، نهاد جهانی حمایت از معارف یا Global Partnership for Education ما تانستیم 20 میلیون دلار حمایت بگیریم که در عرصه تعلیمات سنوف محلی و تعلیمات دختران عملا استفاده میشه و همچنان نهاد برنامه مشارکت جهانی اسلامیک ریلیف یک اه, کمک 25 میلیونی را ببخشین 100 هزار دلاری را برای وزارت معارف کمک کردن تا برای دختران بیرون از مکتب ای به مصرف برسه و در این زمان توجه اینا را جلب کردیم به نرم ها و میاراتی که وزارت معارف رسیده بود تا پس دوباره در قسمت های مختلف ما پیوسته شویم با نهاد بینالمللی تعلیمی که خوشبختانه در برد اجرایی سازمان یونسکو ما امسال عضو شدیم که شما میدانید تا میارها پره نشود سازمان یونسکو هیچ کشوری را به عنوان عضو قبول نمی کنه که با بررسی یونسکو اینا به این قناعت رسیدند که معارف افغانستان میتونه به عنوان یک عضو اجرایی در برنامه های کلان المللی اشتراک بکنند و در این زمان سارندوی افغانستان که متاسفانه به دلایل ناامنی های دوامدار سالها ده های افغانستان از عضویت بین المللی دوباره منفک شده بود با بررسی اینا دوباره ما تانستیم که عضویت بین المللی را بگیریم و ما در حدود 105 هزار عضو داوطلب سارندوی را فعلا در چارچوب وزارت معارف داریم که اینا برنامه های تربیتی را در مکاتب روی دست دارن و فعالیت میکنن املاک هم یک بخش بسیار مهم در وزارت معارف محسوب میشه چون ما با گستری 10 میلیون شاگرد و 18 هزار مکتب و در این زمان یک تاسیسات بسیار گسترده ای که داریم بدون شک زمین های زیاده در وزارت معارف در ملکیت معارف است که ما از او استفاده می کنیم ولی به دلایل مشکلاتی که در سالهای گذشته بود متاسفانه قسمت زیادی از این زمین ها غصب شده بود که ما ماسبی که امسال کردیم 121 جریب زمین و جایدادهای ما غصب شده بود که خوشبختانه تانستیم در سال جاری ما او را دوباره بگیریم و در ملکیت وزارت معارف بیاییم ولی هنوز هم 210 از زمین معارف تحت غصب است که به همکاری وزارت محترم داخل ما برنامه های خود ما را گرفتیم و انشاءالله که تحت پروسس است و این زمین ها هم دوباره به ملکیت معارف بیاید در سال جاری ما نوت تفاهم هم امضا کردیم که بزرگترین تفاهم ما با بانک جهانی در برنامه اقره به خاطر افزایش کیفیت در معارف بود که به مبلغ 298 میلیون دلار امریکایی منظور شد و برنامه عملا آغاز شده از جمله ساخت و ساز مکاتب و ارتقای کیفیت در معارف که گزارشش در متن مفصل آمده اما تفاهم های دیگه هم با نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی و داخلی و خارجی ما امضا کردیم در عرصه تعلیمات تصریحی، تعلیمات محلی، سواد ارتقای ظرفیت، آمادگی کانکور، آموزش معلمین، اعمار ساختمان مکاتب و غیره که تمام مبلغی که در این نوت یادداشت تفاهم به استثنای بانک جهانی امضا شده 11 میلیارد افغانی است که معادل 144 میلیون دلار امریکایی میشه بر علاوه برنامه هایی که ما روی عناصر مختلف تعلیم و تربیت خدمت شما گزارش ارائه کردم کلانترین مصروفیت ما در سال جاری اصلاحات در وزارت معارف بود که تمامی رهبری وزارت معارف از مرکز گرفته تا ولایات تا حتی ولسوالی ها مصروف بودند تا یک تغییر صد درصدی و زیربنایی در ساختار وزارت معارف افغانستان بیاید تا یک وزارت پاسخگو شود به خدمات تعلیم و تربیت با کیفیت و متوازن که خوشبختانه سمپوزیم اصلاحات معارف برگزار شد با حضور یک هزار مهمان که همه در عرصه تعلیم و تربیت مصروف بودند و شرکای بین المللی ما سفارتخانه های محترم و ما از فلسفی وجودی وزارت تعلیم و تربیت که بحث را شروع کردیم تا ای که بالاخره در سطح مکتب مکتب ما چگونه معیار داشته باشه چی مدلی داشته باشه و ماهیت مکتب چگونه باشه تا حد اقل خدمات خوب تعلیمی ارائه بکنه کمیته های هفتگانی ایجاد شد که این کمیته ها چند ماه به صورت متواتر برنامه ها را رویش بحث کردند و حداقل امروز که من خدمت شما صحبت می کنم خوشبختانه یک سند جامع منطقی و متناسب به شرایط و وضعیت و امکانات افغانستان ترتیب شده که ما قبلا هم خدمت همه شما او را قرار داده بودیم مصوبه ابتدایی شه اما مسوده نهایی از این که در دو هفته بعد خدمت همه قرار میگیره تا بعد به عنوان یک نقشه راه مورد تطبیق قرار بگیره که بدون شک اگر در دقیقه کلان ما اصلاحات یا ترتیب سند اصلاحات امسال بود تطبیقی از او جزو برنامه های بسیار عمده ما در ده سال پیش روی است که به همو دلیل ما دهه معارف را اعلام اعلان کردیم تا به صورت مرتب و متواتر بخش های مختلف را بتانیم تطبیق بکنیم و به یک وزارتخانه کاملا میاری تبدیل شویم که خروجی های وزارت معارف در واقع شهروندان مسئول و قابل باشند که جامعه افغانستان انتظار داره نشست مشورتی اصلاحات نصاب هم جزو برنامه های امسال ما بود چون ما سوالات بسیار کلیدی و اساسی داشتیم که پاسخ دادن به این سوالات گاهی اوقات بسیار سخت است که ما در داخل وزارت معارف در قبال از او تصمیم می گرفتیم طور مثال ای که زبان های غیر زبان فارسی و پشتو در افغانستان از کدام دوره تعلیمی آغاز شود در مکاتب یک سوال بسیار کلیدی بود کمپیوتر از کدام دوره در مکاتب شروع شود زبان های خارجی از کدام دوره آیا دوره لیسر اشتبندی شوه یا نشوه؟ آیا علوم اجتماعی و علوم ساینسی تعلیمات اسلامی ادغامی شوه یا نشوه؟ کدام مزامین اضافی است در عرصه معارف کم شوه؟ عجم کتاب ها چگونه ترتیب شوه تا کم شوه و ما هر سال بتانیم تکمیل تدریس بکنیم در مکاتب؟ از همه مهمتر سوال کلیدی که ما داشتیم ای که کدام مدل نصاب تعلیمی برای افغانستان مفید هست نظر به نیازمندی های بازار کار افغانستان و نظر به گسست های اجتماعی و کلانی که در چهار ده جنگ ما در افغانستان داشتیم که خوشبختانه به بسیاری سوالات ما پاسخ پیدا کردیم اما هنوز هم سوالی هست که ما جناب موین صاحب در رس قرار داره که رایزنی های بیشتر و نظریات بیشتر تقاضا میکنه اما به عنوان یک پیام خدمت شما میتونم ارائه بکنم که ما مدل نصاب تعلیمی قابلیت محور را اجماعش را گرفتیم از تمام کسانی که در عرصه تعلیم و تربیت متخصص بودند و خوشبختانه چارچوب نصاب تعلیمی جدید و مفرداتی هم که ما قبلا اشاره کردم بر اساس مدل نصاب تعلیمی قابلیت محور هست بحث حضور زنان هم یک بحث بسیار مهم و از تعهدات کل حکومت افغانستان و وزارت معارف هم هست که خوشبختانه 55 بست رهبری را ما تانستیم در وزارت معارف در خدمت زنان قرار بتیم که خوشبختانه شما میبینید از حضور موین صاحب در سطح رهبری گرفته تا مشاورین محترمی وزارت معارف تا ریاست های عمومی وزارت معارف تا رؤسای تربیه معلم در سیزده ولایت افغانستان تا یک معاون خانم در همه ریاست های ولایتی وزارت معارف در 23 ولایت عملا اینا استخدام شدن و حضور زنان معلم کارمندان معلم جزء برنامه های کلان بوده که ما در برنامه های ما در سال جاری داشتیم که فعلا 38 درصد تمام معلمین در وزارت معارف را زنان احتوا میکنه معلمین زن و در این زمان در مناطقی که مردم تقاضا کردند که حتما باید در مکاتب به خصوص سنوف محلی معلمان زن در اونجا استخدام شود. ما در سال جاری تانستیم که حدود 7500 تن معلمان زن را به صورت قراردادی استخدام بکنیم 13 درصد مامورین وزارت معارف همچنان زنان هستند که مصروف برنامه ها یا خدمات حمایتی برای تعلیم و تربیت هست اینا جزء اما گزارش های بسیار بسیار فشرده ای هست که ما خدمت شما ارائه کردم نمیدانم که برنامه های 1399 هم لازم هست خدمت شما ارائه شود و یا که باز در قسمت سوالات ما در خدمت شما هستیم اما برنامه های پیش روی ما نه تنها 1399 که با سند جامعی اصلاحات معارف که خدمت شما قرار می گیره شما وظایف ده سال خانواده بزرگ وزارت معارف می در این سند پیش بینی بکنین که اینا به صورت مرتب و متواتر چگونه میتونند که این اصلاحات جامعه را تطبیق بکنند تا در سال 1410 شمسی که ما پایان دهه معارف عنوان کردیم به یک وزارتخانه معیاری تبدیل شویم و مثل هر وزارتخانه ای که در سطح بین شما دیدین و مطالعه کردین ما هم بتانیم که بهترین شهروندان را تقدیم جامعه افغانستان بسازیم تشکر میکنم از همه شما در خدمت شما هستم.